دوستای خوبم، به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. تو جلسه پیش کاربرد اصول زیربنای نظری اعداد رو با هم شروع کردیم. تو این جلسه میخوایم الگوی اثبات توسط اصل خوش ترتیبی رو با هم ببینیم. میخوایم ببینیم چجوری از اصل خوش ترتیبی که این همه راجع به صحبت کردیم و ثابت کردیم با اصل استقرار معادله، مستقیما تو اثبات مسئله هامون کمک میگیریم. خب صورت مسئله هایی که معمولا به ما میدن و ما میخوایم توسط اصل خوش ترتیبی اثباتشون کنیم معمولا به این صورته. مثلا میگن ثابت کنید برای هر انی عضو مجموعه اعداد طبیعی یک خاصیت از ان، مثلا اسمشو میذاریم خاصیت ستاره، مثلا یک خاصیتی از ان برقرار است و ما میخوایم این رو با استفاده از اصل خوش ترتیبی اعداد ثابت بکنیم. پس اینجا می‌نویسم اثبات. چیزی که جالب هست و حالا هرچی بیشتر با هم مسئله حل کنیم در این زمینه بیشتر متوجهش میشین اینه که اثبات توسط اصل خوش ترتیبی خیلی موقع ها دست در دست اثبات توسط برهان خلف میاد. یعنی اصولا وقتی میخوایم با اصل خوش ترتیبی یه مسئله ای رو ثابت بکنیم خیلی موقع از برهان خلف کمک میگیریم. مثل همیشه که میخوایم از برهان خلف کمک بگیریم اولین کاری که میکنیم اینه که فرض خلف رو تشکیل میدیم. فرض خلف چی بود؟ فرض خلف این بود که فرض میکنیم حکمی که میخوایم ثابت بکنیمش خلافش برقراره و بعد سعی میکنیم از این فرض خلف به یه تناقضی برسیم که ثابت کنیم که نه، فرض خلف نمیتونه برقرار باشه و حتما خود حکم برقراره. مخالف این که یه خاصیتی برای تمام اعداد طبیعی برقراره چیه؟ مخالفش اینه که خاصیت، مثلا خاصیت ستاره، برای بعضی اعداد طبیعی برقرار نباشه. این میشه مخالف این که خاصیت برای تمام اعداد طبیعی برقراره، میشه این که خاصیت برای بعضی اعداد برقرار نباشه دیگه. حالا اینجا از اصل خوش ترتیبی که داریم با استفاده از این مسئله رو ثابت میکنیم کمک میگیریم. طبق اصل خوش ترتیبی این مجموعه اعدادی که براشون خاصیت ستاره برقرار نیست کوچکترین عضو داره، یعنی عدد M0 وجود داره که کوچکترین عددی هست که خاصیت براش برقرار نباشه، خاصیت ستاره برایش برقرار نیست. همطور که گفتم اگه فرض بکنیم که خاصیت برای بعضی اعداد طبیعی برقرار نیست و اون بعضی اعداد رو یک مجموعه در نظر بگیریم، اصل خوش ترتیبی میگه که اون مجموعه یک کوچکترین عضوی مثل M0 داره. حالا از اینجا به بعد اثبات خلفمون دو تا مرحله داره. توی مرحله یک با همدیگه ثابت میکنیم خاصیت ستاره، خاصیت مورد نظر مسئلمون، برای عدد طبیعی یک یعنی کوچکترین عدد طبیعی برقرار است. به چه معنی؟ به این معنی که M0 نمیتونه یک باشه. یعنی یک رو جایگزین میکنیم تو خاصیت ستاره و معمولا بدیهی میشه خاصیت برای یک و ثابت میکنیم که خاصیت برای یک یعنی کوچکترین عدد برقراره، پس M0 نمیتونه یک باشه. بعد تو مرحله دو میگیم که خیلی خوب، تا حالا ما ثابت کردیم که M0 بزرگتر از یکه، یعنی چون که M0 نمیتونه یک باشه پس M0 حتما یه عدد طبیعی بزرگتر از یکه و چون از اون برم M0 کوچکترین عددیه که براش خاصیت برقرار نیست، خاصیت باید برای M0 منها یک برقرار باشه. چرا؟ چون که به این دلیل که اثبات کردیم M0 یک نیست، M0 منها یک یه عدد طبیعیه و چون M0 هم کوچکترین عدد طبیعیه که براش خاصیت برقرار نیست، خاصیت باید برای M0 منها یک برقرار باشه. بعد کاری که میکنیم اینه که خاصیت ستاره رو توش M0 منها یک رو جاگذاری میکنیم و اینجا باز میکنیم مینویسیمش. بعد کاری که میکنیم از روی این فرمولی که باز کردیم نوشتیم توش M0 منها یک رو جایگذاری کردیم، از روی این ثابت میکنیم که راهی نیست جز این که
خاصیت ستاره برای M0 نیز برقرار باشد. به چه ترتیب؟ مثلا فرض کنید اگه خاصیت رو باز کردیم اینجا برای M0 منهای 1 نوشتیم، میبینیم که مثلا فرض کنید اگه خاصیت یه نامساویه با اضافه کردن یه 1 به این ور و اون ور تساوی، به عنوان مثال میگم، با اضافه کردن یه 1 به این ور و اون ور تساوی، همون خاصیت برای M0 به دست میاد که هیچ رای نداره بجز اینکه برقرار باشه. معمولا به این صورت هست. حالا تو مثال ها با هم دیگه بیشتر میبینیم. بعد از اینجا به تناقض میرسیم دیگه، درسته؟ چون اگه ثابت بشه که از روی خاصیت برای M0 منهای 1 ثابت بشه خاصیت برای M0 برقراره، خب تناقض دیگه، چون ما از اول فرض کرده بودیم M0 کوچکترین عددی که خاصیت براش برقرار نیست. در نتیجه وقتی به تناقض میرسیم نتیجه میشه که فرض خلف نمیتونه برقرار باشه، در نتیجه خاصیت برای هیچ n نیستش که برقرار نباشه، پس برای همه n ها باید برقرار باشه. و به این ترتیب با استفاده از اصل خوش ترتیبی حکممون رو ثابت میکنیم. حالا این که چجوری مثلا از روی خاصیت برای M0 منهای 1 ثابت بگیم ثابت بکنیم، راهی نیست جز اینکه خاصیت برای M0 هم برقرار باشه، دیگه یه چیزیه که با حل کردن مسائل زیاد خودتون دستتون میاد. ولی من اینجا الگو رو نوشتم که یاد بگیرین چجوری وقتی میخواین با استفاده از اصل خوش ترتیبی یه مسئله رو ثابت بکنین، از برهان خلف کمک بگیرین و این مراحل رو طی بکنین تا به حکم مسئله برسین. حالا تو جلسه های بعد با هم مثال های بیشتری حل میکنیم و امیدوارم که این موضوع براتون بهتر جا بیفته. تو کلاس درس بعدی میبینمتون.